سلام رفقا، من امینم. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطور که میدونید اسنپ شات های آپدیت جدید ماینکرافت یعنی 1.20 دارن منتشر میشن و کلی قابلیت های جدید دارن اضافه میکنن. یه سریاشون رو دیدیم، یه سریاشون رو اخیرا دیدیم و توی این ویدیو میرم سراغ تمام ویژگی هایی که تا الان توی اسنپ شات دیدیم و همشون رو بهتون نشون میدم. بریم سراغشون. با ظاهر جدید وکس ها آشنا بشید. حالا دیگه خیلی شبیه الی طراحی شدن. اگر بهشون دقت کنید متوجه این تغییر میشید. تکسچر قبلیشون کلا خیلی زشت و عجیب بود، ولی الان خیلی خوشگل‌تر شدن. البته هنوز به اندازه قبل خطرناکن و نباید از این مسئله بگذریم. منوی بازی یه سری تغییرات اساسی داشته. برای مثال اگر بخواید یه دونه دنیای جدید بسازید، همونطور که می‌بینید گزینه‌های بخششون رفته بالای صفحه، اینجوری داره بقیه گزینه‌ها رو نشون میده. حالا شما میتونید بیاید اینجا اسمش رو انتخاب کنید، گیم مودتون رو انتخاب کنید، دیفیکالتی، بعد بیاید اینجا سیدتون رو وارد کنید، کاستومایزش کنید به هر شکلی که می‌خواید، یا حتی اگر دوست دارید بیاید و گیم رولزتون رو تغییر بدید یا دیتا پک هاتون رو به بازی اضافه کنید. در ضمن برای رفتن سراغ اسنپ شات های ماینکرافت 1.20 کاری که باید انجام بدید اینه: اسنپ شات رو دانلود کنید، بیاید توی دیتا پک و باندل و آپدیت 1.20 رو بهش اضافه کنید. اینطوری میتونید تمام آیتم های 1.20 رو توی دنیاتون ببینید. اینونتوری شما توی حالت کریتیو بهتر شده، یعنی مدیریتش ساده تر، بهینه تر شده و حالا پارت های مختلفی داره. برای مثال این قسمت مخصوص بلاک های رنگیه، دیگه دسترسی به چیزهای مختلف ساده تره و هر چیزی که خواستید رو میتونید راحت و سریع پیداش کنید. دیگه لازم نیست برای اسپانر ها از کامند استفاده کنید. حالا میتونید مانستر اسپانر رو بردارید توی اینونتوریتون بذارید و هر جایی که خواستید ازشون استفاده کنید. اسنو گولم و آیرن گولم بالاخره میتونن از اگ اسپان بشن، یعنی دیگه نیازی نیست توی حالت کریتیو بیاید بسازیدشون تا بتونید بیاردشون توی دنیا. حالا دیگه میتونید از اگشون استفاده کنید برای اینکه هر چقدر که خواستید اسپانشون کنید. این خیلی خوبه. یه دونه گزینه جدید توی تنظیمات دارید. برید وارد آپشنز بشید، بیاید توی قسمت کنترلز و بعد همونطور که میبینید یه گزینه دارید، اپراتور آیتمز تب آف. این رو آنش کنید، برگردید به بازی و حالا زمانی که توی حالت کریتیو وارد اینونتوریتون بشید، همونطور که میبینید یه تب جدید اینجا اضافه شده. روش که کلیک کنید یه سری از بلاک هایی که فقط با کامند در اختیارتون قرار میگرفته رو میبینید، مثل کامند بلاک، مثل استراکچر بلاک، مثل دیباگ استیک و کلی گزینه دیگه. در ضمن اگر نمیتونید دیباگ استیک و استراکچر بلاک چیه، دو تا ویدیو واسهشون ساختم، میتونید برگردید و تماشاشون کنید. پیگلین ها از حالا به بعد یه دراپ جالب دارن. کافیه من بذارمشون اینجا و بعد این کریپرمون رو ایگنایتش کنم. زمانی که منفجر بشه کریپرمون، همونطور که میبینید ما از حالا به بعد میتونیم هد یه دونه پیگلین رو داشته باشیم و هر جایی که دلمون بخواد بذاریم. یه آیتم عجیب و غریب که امیدوارم به کارتون بیاد. یکی دیگه از چیزایی که به اینونتوری حالت کریتیو اضافه شده تخم اژدهاست، یعنی برای داشتنش دیگه لازم نیست از کامنت ها استفاده کنید، میتونید برش دارید و مستقیم هر جایی که دلتون خواست به هر تعدادی که دلتون خواست استفاده کنید. شطور اولین ماپ هایی هستند که میتونید دو نفری سوارشون بشید و هر جایی که دلتون خواست برید. برای اینکه بخواید به اختیار بگیریدشون فقط یه دونه صدل نیاز دارید که خیلی ارزون و خوبه. اما یه قابلیت جالبی هم که دارن اینه که وقتی سوارشون باشید هیچ مابی دستش بهتون نمیرسه. البته مراقب کریپرها باشید. هنوز شطورا کاکتوس خیلی دوست دارن و اصلا راه بچه دار کردنشون هم همین کاکتوسه. اما یه نکته جالبی که در موردشون وجود داره اینه که گرچه کاکتوس رو میخورن، اما این به این معنی نیستش که جلوی کاکتوس مسونن و ازش دمیج نمیخورن. کاملا دمیج میخورن همونطوری که میبینید. یکی از بهترین اتفاقات ماینکرافت 1.20 این بامبوهان که حالا کلی استفاده دارن. کافیه بکنیدشون، بیاریدشون توی کرافتینگ تیبل، باشون بامبو بلاک بسازید. بعد این بامبو بلاک ها رو بذارید روی زمین و بعد با استفاده از یه دونه تبر پوستشون رو بکنید. حالا اگر برشون دارید کلی کار خفن میتونید باشون انجام بدید. من کافیه بیام تو حالت کریتیو بیام اینجا و بعد بامبو رو سرچ کنم. تمام چیزهایی که اینجا میبینید از بلاکش گرفته تا موزاییکش تا پلنکش تا ساینش تا هنگینگ ساید جدیدش و حتی رفت شو، همه چیز با استفاده از بامبو ساخته میشه که خیلی هم خوشگله. چیزل بوکشلف یا بوکشلف خالی حالا به ماینکرافت اضافه شده و خیلی جذابه. اولا که یه تکسچر جدید و باحال داره، دوما هر کتابی که خواستید رو میتونید هر جایی که دلتون خواست بذارید و بعد هر کدوم رو که خواستید بردارید. این خیلی جذابه و همونطور که میدونید میشه باش سیگنال ردستون تولید کرد، پس منتظر درهای مخفی خیلی خفنم باشید. هنگینگ ساین ها همون چیزین که کلی کامیونیتی
ماینکرافت واسه شون درخواست داشتن و بالاخره به بازی اضافه شدن. اونم نه یه دونه یا دو تا، 10 تا رنگ مختلف از هنگینگ ساین داریم که میتونید به دیوار بچسبونیدشون، بزنیدشون به سقف یا حتی بیاید و به فنس پست ها وصلشون کنید. حالا میتونید کلی کار قشنگ انجام بدید باهاشون و خلاصه واقعا چیزای جذابین. من اینا رو خیلی دوستشون دارم. بالاخره باندل ها به بازی اضافه شدن، چیزی که فکر کنم انتظارش رو نداشتیم به این زودی ها وارد ماینکرافت بشه. اما چند تا نکته در موردشون وجود داره. یکی اینکه میتونید یه باندل رو بردارید و بعد روی آیتم هایی که داخل اینونتوریتون هست کلیک راست کنید و اونها رو بهش اضافه کنید. اینجا نشون میده به صورت پیش‌فرض که باندل فقط دو تا جای خالی داره، ولی اینطوری نیست. ماکسیمم ظرفیت 64 تا. شما میتونید بلاک ها یا آیتم های مختلفی رو واردش کنید. میتونید اونها رو به راحتی خالی کنید یا روی زمین یا توی اینونتوریتون. و نکته ای هم که در موردش وجود داره اینه که نمیشه بلاک ها رو مستقیما روی زمین باهاش برداشت، یعنی حتما باید بیان توی اینونتوریتون برش دارید و بعد کلیک کنید و همه رو جمع کنید و بذاریدشون توی یه دونه خونه اینونتوریتون. در نهایت میرسیم به 15 تا تغییر آرمورها توی آپدیت 1.20 که از اسنپ شات اخیر وارد ماینکرافت شدن و میتونید خودتون هم چکشون کنید. تمام آرمورهای جدید رو من اینجا گذاشتم و میخوام بهتون توضیحات کاملشون رو بدم. پس بریم از اولی شروع کنیم و سریع بریم تا آخرش. خب اصلا شما چجوری میتونید این طرح رو اعمال کنید؟ برای این کار نیاز دارید به یه آیتم جدید به اسم آرمور تریم که میتونید از توی سازه ها پیدا کنید. هر سازه آرمور تریم مخصوص به خودش رو داره. 11 مدل آرمور تریم دارید و هر کدوم رو که پیدا کنید میتونید روی یه دونه آرمور ازش استفاده کنید. یعنی برای یه دونه فول ست از کلاه، کله، اصلا شلوار، کفش و زرهی که تنتونه 4 تا از این آرمور تریم ها نیاز دارید. پس یه چیزیه که باید خیلی خوش شانس باشید بتونید پیدا کنید، چون احتمال پیدا کردنش کمه به نسبت آیتم های دیگه و باید کلی دنبالشون بگردید احتمالا. خلاصه بریم سراغشون و ببینیم که تفاوتشون چیه و هر کدوم رو کجا میتونید پیدا کنید. اولی که داریم هستش کوست آرمور تریم که میتونید توی شیپرک پیداش کنید، مثل چیزی که اینجا میبینید، و اگر 4 تا ازش پیدا کنید میتونید همچین طرحی داشته باشید. دومی هست سنتری آرمور تریم که اگر توی پلیجر اوت پست ها پیداشون کنید همچین طرحی دارید. سومی هست دون آرمور تریم که اسم جالبی براش انتخاب کردم با توجه به فیلم یا کتاب های دون، و اگر توی دزرت پیرامید یا همون تمپل های بیابون پیداش کنید میتونید این طرحو داشته باشید. بعدی میرسیم به آی آرمور تریم که توی استرانگ هولد میتونید پیداش کنید. باز اسم جالبی داره، از آی اف اندر میاد یا چیزی که باش دروازه ان رو توی استرانگ هولد فعال میکنه. 4 تا ازش پیدا کنید این فول ست رو میتونید داشته باشید. بعدی ریب آرمور تریم هستش که توی ندر فورترس پیدا میشه و از طرحش هم مشخصه، یه جورایی شبیه قفسه سینه یا اسکلت یا استخون آدم به طور کلی. بعدی میرسیم به اسنوت آرمور تریم که توی بسشن رمننت پیدا میشه و اگر بتونید 4 تا ازش پیدا کنید و زنده بمونید این آرمور رو خواهید داشت. میرسیم به اسپایر آرمور تریم که توی اند سیتی پیدا میشه. حالا یه لوت خیلی خاص به اضافه الایترا داریم توی اند سیتی و این طرح رو بهتون میده. میرسیم به تاید آرمور تریم که توی اوشن مانیومنت پیدا میشه و به این طرح میرسید در نهایت. اما یه نکته ای رو من باید در مورد این یه مورد بهتون بگم، چون ما توی اوشن مانیومنت صندوق نداریم که بتونید لوتش کنید. باید برید و الدر گاردین ها رو بکشید. 1% احتمال داره که این آرمور تریم رو دراپ کنن، یعنی این یکی از سخت ترین هاییه که ممکنه پیداشون کنید و طبیعتا کسی که داشته باشتش هم اعتبار بیشتری داره. بریم سراغ بعدی که هستش وکس آرمور تریم. حالا شما میتونید توی وودلند منشن یک چیزی پیدا کنید که بهتون طرح وکس رو میده و خیلی شبیه ماپ های خود وودلند منشن، یعنی از اونها الهام گرفته. و دیگه وکس ها صرفا اون ماب ترسناک نیستن که میتونن بکشن شما رو، حالا میتونن تبدیل بشن به طرح آرمورتون. میرسیم به وارد آرمور تریم که خب همونطوری که میتونید حد بزنید در توی انشنت سیتی پیدا میشه، جایی که واردن حضور داره و برای همینم اسمش وارده. اگر دقت کنید روی قفسه سینش یکم شبیه واردن هست طرحی که داریم. و در نهایت میرسیم به آخرین آرمور تریم، یعنی وایلد آرمور تریم، چیزی که توی جنگل تمپل ها میتونید پیدا کنید، یعنی نوعی از تمپل که واقعا چیز خاصی نداشت ولی الان یه لوت خیلی خفن و خوشگل داره و جالبی تکسچرش هم همین، اگر دقت کنید اطرافش انگار یه کمی جلبکی شده و به خاطر همینه که این طرح رو داره و در کل چیز خوشگلی هم هست. توی قسمت کامنت ها که اول بیاید بهم بگید از کدوم یکی بیشتر خوشتون میاد. یه نکته ای که وجود داره اینه که میتونید تمام اینها رو با هم ترکیب کنید، مثلا کلاه این رو داشته باشید با شلوار این، با نمیدونم چست پلیت این، نمیدونم کفش اون، همه رو ترکیب کنید و بتونید یه ترکیب خوشگل داشته باشید. اما اینها رو من همه رو فول ست گذاشتم. اما یه سری نکته جالبم در موردش وجود داره که میخوام توی ادامه بهتون بگم. شما تمام این رنگ ها رو میتونید با تمام این آرمورها ترکیب کنید و به اینها برسید، یعنی هیچ محدودیتی از این نظر وجود نداره. اما شاید به خودتون بپرسید که خب اون آرمور بالایی چیه؟ بعد یا که مشخصا این لدر
نادر آهن گلد دایموند و در نهایت میرسیم به ندرایت. و اینجا هم که رنگ ها مشخصن، یعنی میتونید از حتی ردستون از لپیس لازولی هم استفاده کنید و حالا مس هم یه کاربردی داره، به هیچ دردی نمیخوره ولی اینجا به کار میاد که خب رنگ هاش هم دارید میبینید چجوری میشه روی ندرایت. زیاد روی ندرایت خوب نیست، یعنی طرح رو نشون نمیده، حالا این یکی باز جزئیاتش بیشتره. اما یه نکته جالب، خب هممون میدونیم که چین آرمور رو فقط میتونید توی در واقع کریتیو به دست بیارید و ازش استفاده کنید، داخل بازی نیستش. اما نکته جالب اینجاست که حتی تحت این حالت هم شما میتونید که بیاید و روش طرح بندازید. من یه سری ردستون دارم و یه سری از همین آرمور تریم ها که میام تو این صندوق برش میدارم، میام سراغ اسمیتینگ تیبل که حالا یه سری استفاده های خیلی خفن داره و فقط برای ندرایت کردن آرمور های دایموند دیگه استفاده نمیشه، میام سراغش. اولین کاری که باید انجام بدید اینه که آرمور تریم هاتون رو بذارید. تا زمانی که نذارید هیچ کاری نمیتونید انجام بدید و اصلا بهتون اجازه نمیده که نه رنگو بذارید نه آرمور. آرمور تریمتون رو میذارید، حالا دو تا خونه بعدی اکتیو میشه، میای و رنگتون رو میذارید و حالا آرمور هاتون رو میذارید و تک تک برشون میدارید و طرحاتون رو اعمال میکنید روشون. حالا اگر من بیام و تنم کنم، همونطور که میبینید من الان یه آرمور قرمز رنگ خوشگل دارم که میتونه خیلی متفاوتم کنه از بقیه که یه آرمور مشابه دارم. اما خب این فقط تنها چیزی نبودش که در مورد آرمورها وجود داره. همونطور که میبینید اینجا من یه دونه فول آرمور دایموند دارم. حالا چه نکته‌ای در موردش وجود داره؟ دیگه تو آپدیت 1.20 اینطوری نیست که شما برید خیلی شاد و خوشحال ندرایت پیدا کنید، بیاید سراغ اسمیتینگ تیبل و اون آرمور دایموندتون رو تبدیل کنید به ندرایت آرمور مثل تمام چیزهایی که اینجا میبینید. حالا به یه آیتم جدید احتیاج دارید و اون چیزی نیست غیر از ندرایت آپگرید که باید توی ندر پیداش کنید. اینکه چجوری پیدا میشه هنوز مشخص نیست، احتمالا توی چست های فورترس یا بسشن باشه، اما به هر حال پیداش میکنید. ندرایت هم پیدا میکنید، میایید سراغ اسمیتینگ تیبل، میذارید آپگریدتون رو، آرمورهاتون رو دونه دونه میذارید و برمیدارید. ببینید اگر این نباشه اصلا هیچ راهی وجود نداره برای اینکه من بتونم بقیه رو بذارم و آرمورم رو آپگرید کنم. این یعنی از این به بعد آرمور ندرایت خیلی خیلی ارزشمندتره و به دست آوردنش هم طبیعتاً سخت‌تره، چون که به هر حال قوی‌ترین آرمور بازیه. اما یه نکته‌ای که خودم پیداش کردم و خیلی جالب بود در مورد لدر آرمورهایی که رنگ شدن. اگر من الان بیام و روی این لدر آرمور قرمزی که اینجا دارم بهتون نشون بدم، شما حتی روی اینها هم میتونید آرمور تریم ها رو اعمال کنید. توی این چست یه دونه کوست آرمور تریم دارم و 4 تا گلد. میام سراغ اسمیتینگ تیبل، کوست آرمور تریمم رو میذارم، گلد هام رو میذارم، حالا تک تک آرمور هام رو میذارم و یه سری آرمور خیلی خوشگل رنگی میسازم که واقعا متفاوت و بامزه. همونطور که میبینید خیلی خوشگله، خیلی روی لدر میشینه و اصلا یه طرح جذاب دیگه ای میده. خلاصه که این تمام نکاتی بود که میتونستم در مورد آرمورها و البته آپدیت 1.20 بهتون بگم. با کدوم بخشش حال میکنید؟ منتظر چی هستید؟ از کدوم آرمور و طرحش خوشتون اومده؟ تو قسمت کامنت ها بهم بگید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.